در آمریکا پس از محکومیت افسر پلیسی که جورج فلوید را به قتل رسانده بود، تقاضا برای پاسخگویی بیشتر و اصلاح سازوکار پلیس شدت گرفت. اصلاحات در قوانین پلیس اما در کنگره با موانع زیادی روبروست که باعث نگرانی بسیاری شده. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش آرش عربسدی. قبل از شروع محاکمه دریک شووین، افسر سابق پلیس مینیاپولیس، مجلس نمایندگان آمریکا قانون جورج فلوید را تصویب کرد و اینک نوبت به تصویب آن در سنا رسیده است. چاک شومر، رهبر اکثریت سنا و سایر قانونگذاران دموکرات، خواستار تغییر سیاست پلیس، مانند لغو مسئولیت واجدین شرایط و ایجاد بانک اطلاعاتی از افسران پلیس و توانایی شکایت از آنها هستند. از طرف دیگر اما سناتور جمهوری خواه ریک اسکات همچون اکثر نمایندگان جمهوری خواه تنها شفافیت در اجرای قانون و پاسخگویی را راه حل این مشکل می داند. گرگ کار، رئیس دانشگاه آفریقای آمریکایی دانشگاه هوارد واشنگتن و بسیاری دیگر خواستار بازنگری کلی قوانین پلیس در ایالات متحده اند. به عنوان مثال ما می‌بینیم که در جریان دادرسی فلوید چه اتفاقی افتاده است. هنگامی که یک فرد دیگر در منطقه مینیاپولیس توسط یک افسر پلیس کشته شد، این افسر استعفا داد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا آنها در مناطق مجاور می‌توانند دوباره به استخدام پلیس درآیند؟ بنابراین بخش از این بانک اطلاعاتی حداقل بهانه را از ادارات پلیس محلی می‌گیرند. ما در مورد اصلاح صحبت نمی‌کنیم. ما از بازسازی پلیس حرف می‌زنیم. اتحادیه‌های پلیس در حمایت از اعضای خود در برابر ایجاد بانک اطلاعاتی و سایر اقدامات اصلاحی مقاومت می‌کنند و اجرای قانون را منوط به حمایت جامعه دانسته و این گونه اقدامات را باعث پایین آمدن روحیه پلیس می‌دانند.